بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر اسلامي وبرادر ايماني همتان به خانه خدا برادر خوش آمدید. باز یک مرتبه دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب برادر را رسیدیم سوره بقره در آسترین سوره قرآن سیوم پاره، آیه های اولی سیوم پاره رقمی 254. ما یک چند بحث های مهم از درون سوره بقره گذاشتیم و شما در باره داستان آفرینش، دشمنی ابلیس، شیطان، شیطان شناسی، ابلیس شناسی، الحمدلله طول 4 ساله که با شما صحبت کردیم. بعد از او داستان آفرینش، آدم، زمین چی دامد، چی بای بهش سر شد، سببش چی بود. بعد از او تمدن یهود، خیلی در باره یهودی ها ما صحبت کردیم. دیر نگذشته بود در باره احکام نکاح، در باره قسم، در باره قصد نیت کردن، در باره چی بود با وصیت صحبت های داشتیم، برنامه ریزی کرده بودیم و آمدیم در باره فقه خانواده، طلاق، برنامه های طلاق صحبت کردیم و دیر نگذشته بود که ما در باره حالت های نظامی گذشتیم. در باره حالت های چی گذشتیم؟ نظامی، ارمیا، مرز، بوم، حالت های حربی که با زبان اسلام او را میگن جهاد. اولین مراتبه در کدام مردم این چه امر شدگی بدهی؟ یهودی ها، یهودی ها اولین مراتبه. کی بود خلیفه خدا در زمین؟ حضرت داوود علیه السلام، که امروز سپر داوود در بین بیرق کدام کشور های؟ اسرائیل، که همون ستاره هست. سپری که همون سپر داوود علیه السلام. شما دانسته باشین که کدام کشور اکنون حربیات، مرمیات، یراق، اسلحه در توجه داره. بعد از اون اکنون آیه های پاره سیوم سر می شود. الله جل و علا شانهو خاتمه بخشید سپاه و ارمیه را، گویا ایها الذین آمنوا انفقوا، ای مسلمانان اکنون یچی بتهی کی در ارمیه دا. ارمیه به سوم نمیشده، زکاتاتونو برای در ارمیا تیده مثال ده تو هیچ گب نداره. یکی از مصرفی زکات در فرض عین ما میگن که غازیان، هم خیلی هست غازی که را میگن کسی که در سپاه خدمت میکنه. این همی آیت دلیل شد میمار رزقناهم، هم ریسقه که دادگیم تونه از همون برای در همون سپاه ها در بتین خودتون به دستون برده در مثال ده تو تین نان شانتین، آش شانتین، پول شانتین، لباس شانتین، تا این که اونها سیر شوند مرز و بوم و وطن شما را چکار کنن؟ بونی کنن. این برای کیه؟ این برای نفرایی که اکنون دولت اسلامی بنیاد شده ایستاده بود. اون دولت اسلامی در کجا بود؟ در مدینه منوره. این از یاد نبرار عزیزا که سپا به مبلغ گذاری نمیشده است. سلدت باید سر باشد، سلدت باید پوشیده باشد، سلدت باید تأمین باشد، فکری و یک چیز باشد که باید سرزمین، وطن، مادر، فرهنگ، تمدن و دین و مذهب حفظ کنه. وظیفه سلدت انامین ارمیه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناهم، از همون رزقی که ما به شما دادیم، رزقی که به شما دادیم انفاق کنه. من قبل ای اتی یوم الله بیع فیه، پیش از آن روزی که در آن روز دیگر سودا نیست، دوستی نیست، شفاعت نیست، شما را همین نفقه هاتون یاردن میکنم. مقصد روزی چیه برادر؟ آن روز قیامت. یکی از شفاعت کننده های روز قیامت برادر انفاق بده. ما در قرآن یک مرتبه ببینیم که چند چیز داریم یاردن. نام یک تاش برادر چی بده؟ انفاق. نام یک چی؟ انفاق. های با نام یک چی دیگه چیه برادر؟ ایتا. ایتا ای زکات میگن. ایتا انفاق داریم، ایتاء داریم. با چی داریم برادران در قرآن ما؟
این نما صدقات ما صدقه داریم. این هر یک ترمین که با خودش یک برنامه داره. این برنامه قرآن باید ما شناسیم. یک جدا خدا میگه که نفقته، یک جدا میگه که ایتاعته، یک جای دیگه قرآن میگه صدقته. اینا فرق دارن. این ترمین ها را باید ما شناسیم. انفاق اصلا یکمین در حق چی میشه برادران؟ در حق چی میشه؟ اولین بهترین انفاق در حق زن. پیش ای مردن همین شکمی زناتون سرک نیوخی و پیش ای مردن همون زنکتون یک کرتای نوخری تیوخی و بعد ای مردن شما چی فایده های؟ بعد ای دنیا میگذاری همون زن قطعی شما زندگی میکنه یا چه شما بینوخی و پیش ای مردن تون همین در حق همین رو خدمت کنه و بعد ای مردن چی فایده های خدمتی شما؟ انفاق در حق ایام میشود. یکم در زن میشده، دویم در کودکان میشده، سیم در کی میشده برادرای عزیز؟ پدر مادر اخی همین زندگی در خدمت که در حق پدر مادر و بعد ای مردن چی در آدم میکنی در حقی؟ چی بولو میدهی؟ چی این میکنی؟ چی آن میکنی؟ همین زندگیش در دستویه بگی، زندگیش در همون رو انفاق کن. بعد از این نفقه را علما جدا کردین، بعد از او در کی بده برادرها؟ سپاه ارمیه ده. اینا را میگه در زندگی تون کنین، چی در گرگ پی زیاد، چی در کار. اگر هر یک انسان انفاق فکر کنه در همینات یا از همون رزقی که الله جل و علا شانه داده، همین از روی حلال تیه نیت نیک تیه، قیامت روزی هست که نه در اوج خرید و فروش های، نه در اوج خلوت دوستی های، نه در اوج شفاعت های. شفاعت هم به اجازت خدا می شود. یکی از بهترین شفیعای ما روز قیامت دست می گرفت های شکمی نمینا رو سیر کردن بوده، شکمی همی رو سیر میکنی، ناموس همی رو حفظ میکنی، همی رو دستی در روزی میکنی، روز قیامت دستگیرت بدیان. روز قیامت همینو تر شفاعت میکردیم. والکافرون هم الظالمون. اول آدم کافر میشده با ظالم میشده. تا کافر نشوی ظالم نمیشوی. اول اگر خدا میگفت که ظالم و کافرن، نکه بین ماده ظالم بسیاره. خیرت که با خدا رحم خورده که میگه که کافر و ظالم هم. اگر میگو ظالم و کافرن، ظلم در بین ما بیاد زیاده امروز. همه همین ظلم ها به میفتیم که کافره. امروز الحمدلله شکر کنیم که خدا میگه که والکافرون هم الظالمون. کافران اینا ظالم هم. کافر اصلا در لغت اگر یه مراتیم ما کفره، کفره اصلا عربا دهقان کافر میگن. عربا دهقان چی میگن؟ کافر میگن. چرا عربا دهقان کافر میگن؟ کفره به معنای چی می بیو برادرها؟ ستره. ستره به معنای چی می بیو در لغت؟ به معنای پوشانیدن. برای چی دهقان کافر میگفتین؟ همی تخمه میگرده در تگی خاک چکار میکرن؟ میپوشانده. برای همی دهقان کافر میگن. معنی کفر چی بوده؟ پوشاندن. کسی که حق بجا میکنه و کفر کرده. میگن فلانی کافر شده، معنی کافر چی بوده؟ کسی حق بجا کنه. معلوم هست که کسی حق بجا میکنه نترسه کافرش گوی. کافر چند نوع میشوه؟ کسی که نعمت خدا را شکر نمیکنه و هم کفر کرده. نکم کسی که اعتقادن کافره خدا او پیانوته هست. گوه که نمی بود خدای ماه. گوه عیسی مسیح بچه خدا هست. عزیر بچه خدای نعوذ بالله. اگر دیگر عملا را اجرا کنه که عقیدش غلط باشه، این کفر خدا پناتیه. مونا معلوم است که کفر چند طبقه بده عزیزا. هر کسی که ناشکره ما میتونیم او را گویم که کفران نعمت کرده. هر کسی که حق بجا میکنه میدونیم که کفر کرده. برای انا همین کفر دو طبقه میشده. کفری فعلی میشده، کفری اعتقادی. خداوند ای کفری اعتقادی پناتیه. بعضی آدم ها عقیده دارن که همی بد خدا های. عقیده دارن که همی چیره همی میتیه، خدا نمیتیه. خدا این گونه کفر پناتیه. لیکن کفر عملی چی های؟ هر آن نشکریه، هر آن چیزی که مردمی کفار دارد در او خرسندی میکنی، هر حرکت های نجای میکنی که در اسلام ظلم های، تو کفر کردستی. این دم پگه جواب گره نزدی الله دم.
این آیه دلالت میشه که ای اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، انفاق کنه بته از همون رزقایی که ما به شما دادگیم، پیش از یک روز فرا میرسه که او را قیامت میگن، آن روز دیگه جوره بازی های شما، دوست بازی های شما، تجارت های شما، یاردم های شما هیچ فایده نداره. بیامی زندگی در بدست خودت بکن. یک روز فرا میرسه که دیگه یا حسرت ها میگی دیر میشوه عزیزم، وقتش قطعی بکن. بهترین انفاق برادران زناتون را سر کنه، بهترین انفاق کودکاتون را سر کنه، بهترین انفاق پدر و مادراتون را سر کنه، بهترین انفاق سالداتون را سر کنه. این همی چرا یاردم کنین درجه به درجه، انشاءالله برکت میابین. فرقش چیه مدام؟ همی هر یک انسان اگر یک سالداتی رفیق شه، یک سالداتی جوره شه، یک سالداتی که ایده هش همون را دستگیری کنه، چی گنده ای؟ همو را تأمینات کنه، همو بسری بلند تمام کنه، خونه همو را یاردم کنه، خونه همو را دستگیری کنه، گنده همین. یک ساله دو ساله خوندان همو را چکار که تأمینات چه بکله گیرن؟ این همی بهترین نفخه های. من چکار دارم که من را کی چی میگم؟ من به حکومت چکار دارم؟ من به دولت چکار دارم؟ ما ای طرف آین خدا میگیم. دوستامون را یاردم کنیم، کمکشون کنیم، دستگیریشون کنیم. همو را از جهت اخلاق و مدنیت و زبان شیرینیشون کنیم، همو بسری بلند اگر تمام کنن بیاین، همین هم فایده ما هست. چی شما خدمت نکره بسیار، همون روز شما محتاج بوده به یاردم یک انسان. برای انا همین ایره میگن انفاق. در بین موضوع ما با از کتاب بزرگان عقل میکنیم چی رسمی جالبه دارد آدم ها. آدم ها چی رسمی جالبه دارن؟ اگر محبت شان کنی، در جواب محبتت میگن که به من محتاج هست. یک انسان دوست میداری، حرمت میکنی، و جای پاسخ خوب دیگه در جواب چی میگن؟ کارش غلطیدگی هست به من میگن، این کار را کرده است. اگر یک انسان در صداقت میکنی، راستی میکنی، گمان میکنه که تو ساده ای. در پیش یک انسان خاموش میستی و لب میگذی آرام میستی، گمان میکنه که تو هیچی را نمیفهمی. پیش یک انسان در نگران آمیستی، نگران میستی، همی توی گب زدن میگیره تو گوش میکنی و یک چیز منتظر میستی، گمان میکنه که تو توخه ای. پیش یک انسان در وفاداری میکنی، گمان میکنه که تو یکون اجداد و اولاد نداری که ما در وفاداری کردستی. همین قدر همین کارهای بزرگ میگه تکرار شده است که اگر همین کارها را دوامته از روی گمانی بدی مردم در پرایت هیچ کنه میمونه. تو توقعی میگه تو تنهایی. بسیار انسان ها برادر ها از آدم ها استفاده میبرن، ای خوبی آدم ها استفاده میبرن، ای سادگی آدم ها استفاده میبرن، ای صداقت آدم ها استفاده میبرن، ای محبت آدم ها استفاده میبرن، به نیت های بد همون رو آمیخته میکنن، گمان میکنن که تو متهمی یا ساده یا نادانی. گفته نه، برای چی؟ برای آن که انسان خالصان لله در این دنیا کم مونده. اگر ما خالصان لله باشیم که این خیلی استفاده نمیبریم از دیگری مونا. عاقبت وعده های خالی، حکایت آورده ای چهل توتی محمد اوفی بخارایی، پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر بیرون شد. هنگامی بازگشت یک سرباز پیر مویسفه چه دید که یک لباس اندک در سرما پوشیده و قصر بانی میکنه، اونه که خنک خورده است. از او پرسید هوا خنک نیست؟ نگهبانی پیر گفت پادشاه چی علاج، لباس گرم ندارم، مجبورم که صبر و تحمل کنم و وظیفه‌ام اجرا کنم. پادشاه در جواب گفت من الان داخل قصر میروم، یک لباس گرم برات روان میکنم، زیغ نشو، موی سفید نگهبار باشم اینجا. نگهبان زوخ برد که اکنون پادشاه اگر لباس گرم ایت این و آن، تشکر زیاد کرد،
پادشاه قصر درآمد، دید با عیش عشرت حرم و اون و آن اینا دید، میگه ایادش بیچاره موسفیده با براورد. فردا صبح شد که جسد خنک زدگی موسفیده در پیش قصر آورده، مرده بیچاره، جان موسفید برآمد است، مرد است. در پرکش یک خط نوشته مونده، خطا یافتن، ای پادشاه من هر شب و همین لباسی خنگ میخوردگیم صبر میکردم، مرا وعده تو کشت، وعده خالی تو کشت، مرا انمون وعده لباس گرمی تو امروز حلاک کرد. قیامت ده شیطان میخست است و میگفت است ان الله وعدکم و وعد الحق، چی وعده ای که خدا و پیغمبراش داده حق های، چی وعده ای که من داده بدم تانه من دروختان کردگیم، من در این روز قیامت شما را نمیشناسم. و خیلی من میگم نگاه کردم یا شما یا وعده دم این وسوسه تان کردم، شما خودتانم تیار بده اخی، من نه آفرنده تانم نه رزق دهنده تانم، نه شما رو آفریدم نه در شما سلطان رهبرم. همی دیدم که همی تیاره، گفتم های برکالو کردم دویده اومدن گرفته، من شما رو نمیشناسم. انا همون وعده ای که خدا کردگی وعدش حق های، من هم در جهنمم، شما هم سزای اعمال تو نمیبینه برادر، و به وعده های خالی مثل همین پادشاه و همین خدمتگار بسیار داده نشوه. بسیاری وعده ها هست که آدم ها را حیف کردن، فرزندایی که از دامن مسلمان ها به دنیا آمدن، فرزندانی که دستری دسترخوان مسلمان خوردن کلان شدن، 80-90 سال اتهیزم علمی خواندن، زید خدا مبارزه بردن، ایسری دسترخوان خدمان کلانشان کردن، از دامن مسلمان به دنیا آمد، لیکن زید خدا و پیغمبرش مبارزه برد، زید رسولش مبارزه برد، زیدی آین رسولش مبارزه برد، زیدی آین خداش مبارزه برد. برای همین همه انمین کارو از وعده های چی بود عزیزا؟ پوچ. بسیاری دنیا وعده های پوچه، برای وعده های بمعنی، برای حیاتی بمعنی، برای کارهایی که معنی نداره همه من فکر کنیم عزیزا. روز نشوه که روز مثل انا همین سربازی پیره که از خنکی مرد، ما فردا داخل قبر شویم و بینیم که قاپ عملی ما خاکستر است. بسیار وعده زده نباشه. هیچ کس در این دنیا چنی خدا رحمی آفرنده هاش نمیخره. میخره یا نه؟ خدا میدانه که برای ما چی در کار است. خدا وقتی میدانه که ما را آفریده، به هر یک تیما روی راست تماس گرفته نمیتونه، ای جنسی ما پیغمبرا داد که ما دستی او رقبمون به منزل رسیم. خدا به هر یک تیما تماس گرفته نمیتونه گپ زنه، وای به واسطه اشخاصای معتبر، اشخاصای جدا کرده خدا که اونها را انبیاء الهی میگن، به واسطه او ما را اداره میکنه، تا اینکه ما با وعده های ابلیس و برنامه او حیف نشویم. خداوند طبیعتش غلط نیست، خداوند شبش غلط نیست، روزش غلط نیست، ساعت غلط نیست، هفته غلط نیست، طبیعت و خوراکی و خاک و آبش غلط نیست، قسم به خدا شریعتش هم غلط نیست. چخلی که بامداد خلق کرده، شام خلق کرده، روز خلق کرده، شب خلق کرده، آفتاب خلق کرده، ماهتاب خلق کرده، این که جانزاد خلق کرده، والله رسول الله رو بهده خلق نکرده، شریعت رسول الله رو بهده خلق نکرده، دانسته که طبیعتش ده خطر نیست، شریعتش هم خطر نیست. وقتی که شریعتش میگه نماز خوان ضرر نمیکنی، وقتی شریعتش میگه خوگ نخور ضرر نمیکنی، وقتی شریعتش میگه زنک سر در روی مال گیر ضرر نمیکنه زنک. تیلا همین قدر در تگی خاک فربه و تازه میشه، میگه فخری راز اثبات شده در طبیعت، زنها در تگی روی مال و فرنجی زیبا میشوند. طبیعت خدا ضرر نداره، شریعتش هم ضرر نداره.
برای همین شریعتش میگه که شما سپاه ها را یاردم کنه، زناتون را یاردم کنه، کودککاتون را یاردم کنه، پدر و مادراتون را یاردم کنه، اونها را شما پوشاک و خوراک ته، ایرا میگن انفاق. این کاری کردگی شما روز قیامت شما را چکار میکنه؟ شفاعت میکنه، شفاعت میکنه، دستون را میگیره، شما را یاردم میکنه. تو میمیری و احسانت نمیرد، تو میمری میری نکم نکیون نمیمره، این انفاقا نمیمرن و تنگی های محشر دستگیره. ندا میکنه یا حمیرا، لقب عایشه صدیقه رسول الله، یا حمیرا، ای عایشه، دیروز گوسپنده کشتم چند قش مونده، گوسه قسمت شا تقسیم کردیم رفت، یک قسمت در خانه مون مونده، گو عایشه یک قسمت رفت سه قسمت مونده، گو چی با؟ گو چیزی را که دادی وای میمونه، چیزی را که خوردی وای نمیمونه، عزیزا چیزی را که دادی وای میمونه، چیزی را خوردی وای نمیمونه، اینا نغز دان. برای همین برادرا انفاق همین است، مرده نشوی، پس نشوی، ای پس تو مرده هیچی فایده نیست. همه میدونه که آخری کنای دنیا مرده نه، همه میدونه، همه میدونه که غیری کفن با روز قیامت اگر خدا رحم کنم و کفن در سرت بیاید نباشه عریانی مادر ذاتی. رسول اکرم صلوات الله ربی و سلام فرمودن انسان ها روز قیامت عریان میخیزن، هیچی نداشتیم. عایشه مادر من گفت چی روزی شرمندگی فرستاده خدا؟ گو از آن روز دهشت پرابدگی تا نظر کرده نمیتونی عایشه، اگر خدا رحم کنه و همو کفن بوده تند لباس شوه، اگر لباس نشوه لوچ چیمان از گوسپند. عایشه سه قسمت شو بخشیدم، یک قسمت شما در حدیث امام بخاری هست. نه عایشه سه تش موندگی ها یه تش رفت، چیزی را که خمون خوردیم و نمیسته میروه، چیزی را که دادی میمونه. عایشه امیرالمومنین فاروق اعظم می نشست اسلم روایت میکنه، خدمتگارشان که شب جیغ گودک ها بلند شد، امیرالمومنین بیرون از مدینه بر آمد، از عقیبش بدم رفتم، میگه کپه های را دیدم که مادرها دیگاه را میگه میکافتن و کودک ها را خواب میکردم. چکار میکنه این مادرها؟ کودک ها را فریب میکنیم که خواب روی که کشک تیار میشازی. این بد حالی بزرگای ما، گشتان آمده از بیت المال برده داده حلوا پخته در دهنی اونها مونده، اونها را سیر کرده، بعد از کودک ها امیر المومنین دعا میگیره، او کودک ها دعا میکنن که کاش که ترب جای امیر المومنین در